طمع چیه؟ وقتی به یه نفر میگیم آدم طمع کاریه یا آدم گریدی هست، گرید GREED یعنی چی؟ بذارید براتون یه مثال توضیح بدم. شرکت های هواپیمایی اغلب اینجوری هن که وقتی یک هواپیمایی رو میخوان بلیتاش بفروشن، میگن مثلا هواپیمای 737، 747 یا هر مدلی هست 180 صندلی داره. اینا معمولا بیشتر 180 صندلی میفروشن. برای چی؟ به نظرتون برای چی این کار میکنن؟ میگن که من میام مثلا 190 تا صندلی یا بلیت میفروشم، ولی با این حساب که احتمال خیلی بالایی وجود داره که 10 نفر نیان، مثلا چه اتفاق بیفته، ترافیک گیر کنن یا مسیرشون عوض بشه یا یه اتفاق بیفته با همسرشون دعواشون بشه، مریض بشن یا هر چیزی. ولی خب من نمیام که 180 تا بفروشم بعد اگه 10 نفر نیومدن 170 نفر برم. میام 190 تا میفروشم، احتمالاً بعضیا نمیان و چیز میشه. حالا سوال اینجا پیش میاد که خب حالا به فرض که شما 180 تا صندلی بیشتر نداری، 190 تا هم فروختی، 5 نفر هم اصلا نیومدن، ولی الان یه 5 نفری اضافه هستن، مثلا با این چه کار میکنی؟ این میشه همین جریانی که امروز برای من اتفاق افتاد تو فرودگاه استانبول با هواپیمای ترکیش. بار اولم نیست که اتفاق میفته، اما خیلی خیلی موضوع رو اعصاب و واقعا از این چیزایی که آدم به خودش میگه من کلا باید ریکانسیدر بکنم که با همچین هواپیمایی بخوام پرواز کنم. اتفاقی که افتاد و اتفاقی که میفته زمانی که بلیت زیادتر میفروشن و مسافر بالاخره حضور پیدا میکنه، اینه که یه عده از مسافرها رو میذارن تو حالت استند بای. استند بای یعنی شما اینجا بیستید، دم گیت بیستین، همه سوارشن. اصلا شوخی نمیکنم، دقیقاً من این حرف زدم. شما بیستید، همه سوارشن، بعد اگر دو سه نفر نیومدن، اون وقت ما از بالای لیست شروع میکنیم و اونایی که حالا به هر ترتیبی، نه لزوما ترتیب اول به آخر، چون من نفر اول بودم که تو صف بودم، یه عده زودتر از من حتی سوار شدن از اون بندگان خدای استند بای، از اونها ما میام آروم آروم سوار میکنیم. پرواز امروز من از استانبول به لندن 180 تا مسافر داشت و 18 نفر استند بای بودن. یعنی چقدر؟ یعنی اینا 198 تا بلیت فروخت. من زمانی که رفتم فرودگاه امام، اول خب از تهران پرواز داشتم به استانبول و بعد از استانبول به لندن، وقتی رفتم فرودگاه امام بهم گفتن که این دوتا کارت پروازه ولی دومی ما نمیتونیم الان بلیت بدیم، دومی زده استانبول. ما هم گفتیم عجیبه، من مثلا خیلی این اتفاق برام پیش نیومده، مخصوصا تو همچین مسیری. بالاخره چندین تا هواپیما در روز اینا دلیلی نداره که مثلا میخوان مسافرا رو تو استانبول بذارن. به صورت خاص از استانبول تا لندن انگلیس فکر کنم روزی 5 تا پرواز ترکیش داره. هیچ دیگه، ما گفتیم باش میریم. البته امروز مصادف هم هست با 19 سپتامبر سال 2022 که فکر کنم 10 روز از وفات ملکه میگذره و امروز تشییع جنازه شه و کلا خیلی از افرادی که مسافر هستن و خود انگلیسی‌ها صداشون در اومده که چی میشه که یه کشوری رو، یه شهری رو مختل می‌کنیم از این چیزا. حتی قبل از پرواز ایمیل زده بود این هواپیمایی که احتمال تأخیر تو پرواز وجود داره، چرا که مثلا فرودگاه هیترو لندن یه خورده سرعت پذیرایی از هواپیمای ورودیش رو کم کرده، که مثلا سر صدا و نمیدونم اینکه بالای شهر آسمون پر از هواپیما باشه و همه این چیزا کم بشه به احترام ملکی. آقا در اصل ما رفتیم سوار هواپیما شدیم از تهران به استانبول، استانبول هم پیاده شدیم. بدو بدو، همیشه هم نمیدونم چرا شانس ما ایرانی هست، ولی همیشه اون پروازی از ایرانی ها اون ته ته فرودگاه پارک میشه. یه چی دیگه، پیاده شدیم و دویدیم سمت اون قسمتی که سیکیوریتی چک داشت. اون دوباره سیکیوریتی چک هم بسته به کشوری که شما دارید ازش میاید، ممکنه بعضی از فرودگاه دوباره یه سیکیوریتی چک انجام بده. وارد از سکیوریتی چک رد شدیم و رسیدیم دم گیت. اول که تاخیر داشت پرواز، گفتیم خب خدا رو شکر حداقل رسیدیم به پرواز. رفتیم تو صف استندبای و بهمون گفتن که نه، شما باید صبر کنید تا تمام مسافرها سوار شن، اینجا بایستید، اگر جای خالی بود شما رو میفرستیم. دیگه منم عصبانی شدم. بالاخره میدونید فرودگاه و کلا سفر کردن یه چیز خیلی خسته کننده است، خیلی پر استرس، خیلی پر هزینه. هر مسافر دیگه هم جای من بود قشنگ از کوره در دیگه. ما یه خورده عصبانی شدیم و با جدیت صحبت کردیم و خدا رو شکر چون انگلیسیم خوبه، مخصوصا در مقابل اونایی که انگلیسی زبان اولشون نیست، مثل ترکا که تجربه من حداقل تو فرودگاه نشون داده که همیشه میخوان یه جور بپیچونن، یه جوری اجازه بهشون نمیدم، یعنی با انگلیسی صحبت کردن اجازه بهشون نمیدم که من چرت و پرت بگم، که دست به سرم بکنن. دقیقاً همین اتفاق داشت میافتاد. شروع کرد گفت که نه شما چیزه
شروع کرد بحث و پیچوندن که این مشکل از این پرواز اوربوکت، اوربوکت یعنی که همون تعداد بلیطایی که میفروشن بیشتر از تعداد صندلی میشه. میگفت که این مشکل از اون نیست. میگفت این مشکل از چیه؟ از اینه که شما آنلاین چکینگ نکرد. حالا آنلاین چکینگ چیه؟ آنلاین چکینگ دقیقاً اینه که شما مثلا 24 ساعت قبل از پرواز میگن که بیاین و اعلام حضور بکنید، که تایید بکنید که آره من هستم. تو این اعلام حضوره معمولا شما میتونید که کارت پرواز هم بگیرید. البته 50-50 هست. تو تجربه من خیلی وقتا مثلا وقتی از کانادا میخوایم بیام ایران اصلا بهمون کارت پرواز نمیده. نمیدونم پاسپورت ایرانی حالا چه مشکلی داره، اما کارت پرواز بهمون نمیده. در صورت ما آنلاین چکینگ هم تلاش کرده بودیم بکنیم ولی با شکست مواجه شده بودیم. من همچنانم منتظر چمدونم هستم، تو پرانتز اینجا براتون بگم، و نمیدونم که چمدون من میرسه یا نمیرسه، چون انقدر تو لحظه آخری ما تو اون صف ایستاده بودیم و از اون 18 نفری که بودیم 4 5 نفر بیشتر سوار نشدن که نمیدونیم الان چمدونای ما آفلود شده تو استانبول نیومده یا اینکه فقط اون طعمه های صف. آقا در صورت ما رفتیم اونجا و اینا گفتن که نه شما باید صبر کنید تا آخر کار که ما تازه سوارت کنیم. گفتیم من هیچ فرقی با مسافرای دیگه اینجا نمی کنم، شما به چه حقی میگی که مثلا باید صبر بکنید تا آخر؟ و البته این حرف بیشتر دفاع از حق خودم و هیچ فایده ای هم نداشت، چون واقعا اینا بیشتر بلیت فروخته بودن، در نهایت مسئولیتش با خود هواپیمایی هست. تو این شرایط چه کار میکنن؟ اینو خواستم براتون بگم که بلد باشین. اگر به هر دلیلی گفتن که شما نمیتونین سوار هواپیما بشین، حالا هر دلیلی مرتبط با اینکه پرواز اوربوکت باشه، بسته به طول مسیری که شما دارید میرید و بسته به کشور مبدا و مقصدی که هستین، یه مقدار جریمه هواپیما پرداخت میکنه. نکته جالب اینجاست که جریمه رو همونجا باید به شما پرداخت بکنه، یعنی نه تنها باید یه بلیت جایگزین برای شما بگیره بلکه باید همونجا براتون پرداخت. آره تو کیس ما میافتاد تو کاتگوری 1500 تا 3500 کیلومتر که میشد 350 پوند. حالا من یه سایتی همجوری اولین سایتی که تو گوگل سرچ کردم اومد. همونجا هم البته اینا گفتن که ما مثلا 400 یورو بهتون میدیم. گفتیم خب حالا 400 یورو که وظیفتونه بدین. پرواز بعدی کیه؟ شما مثلا الان امروز 5 تا دیگه پرواز. گفت نه 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 24 ساعت دیگه ما بهتون هتل میدیم، 24 ساعت دیگه این زمان بیاد. حالا یه نکته ریزی اینجا هست، میخوام ببینم اونایی که مثلا دارن با دقت گوش میدن فهمیدن برای چی میگن 24 ساعت یا نه. چند دقیقه پیش گفتم چی؟ گفتم که چکین آنلاین چکینی که دارن 24 ساعت قبلش باز میشه. اینا میتونستن که ما رو بذارن روی پروازی که مثلا 3 ساعت بعدش بوده، اما اون پروازه هم نه تنها آنلاین چکینش دیگه تقریبا تموم شده بوده، بلکه به احتمال زیاد اونم اوربوکت بوده. یعنی ما دوباره از یه صف اوربوک رفتیم تو یه صف اوربوکت دیگه. خلاصه که سرتون در نمیارم. ایستادیم تا همه سوار شدن. خیلی هم اینا خب به زبان انگلیسی که حرف نمیزنن، طبیعتاً به زبان ترکی داشتن حرف میزدن، ما هم نمیفهمیدیم، اما به ما جایی که گفته بود بیسین قشنگ مانیتورشون واضح بود. هی این مثلا شکل هواپیما رو کشته بود و صندلی‌ها دونه دونه سبز میشد. ما هم گفتیم دیگه جا نیست، و نوشته بود تعداد پسنجر مثلا چک این کرده، تعداد پسنجر بورد کرده، تعداد کودک بورد کرده، تعداد کودک که حالا تو بی بورده و فلان اینجا. واقعا رسیده بود به جایی که مثلا 3 تا جا بود و مثلا یه زوج دیگه هم بودن، مسنم بودن این زوج، مثلا شوهره صندلی بهش اصلا شده بود ولی خانمه مثلا صندلی نداشت، اون استند بار بود. یا مثلا خیلی خیلی شرایط شیر تو شیر. یه آقایی بود که مثلا الانم اونجا ایستاده، اونم همچنان منتظر بارشه. داشتیم الان به هم میگفتیم نمیدونیم واقعا آفلود شدیم تو استانبول نشدیم. ایشون مثلا 75 سالشه و خب اینم میدونیم مثلا از ازبکستان رفته بود اونجا یه توری، نمیدونم برام تعریف میکرد، میگفت آره با الاغ رفتیم نمیدونم کجا، 11 نفر بودیم و 6 تا الاغ داشتیم کوه کردی میکردیم و چقدر جالب بود و خیلی خیلی ماجرای جالب. ولی خب اعصابش خرد شده بود، میگفت من الان یه ترانزیت داشتم آنلاینم که نتونستم چکین بکنم. ها برای چی آنلاین نمیتونست چکین کنه؟ چون که خب همین اتفاق میفته دیگه، اینا آنلاین چکین رو 24 ساعت قبل که باز میکنن، بعد افراد شروع میکنن چک این کردن، وقتی پر میشه اون ظرفیت هواپیما دیگه به بقیه اجازه نمیده. میگه هم سیستم خرابه، میگه که آره تماس بگیر. حالا مثلا یه نفر رفته تور توی کشور غریب و روز آخر سفر بود و بود و اعصاب خوری و اینا، حالا 2 ساعت هم بخواد مثلا پشت خط باشه بین المللی تماس بگیره با مثلا دفتر فروش یه جواب بده یه جواب نده. در صورت ان شاءالله که این اتفاق براتون نیفته، ولی تو این سفر تو فیلم قبلی هم دیدین گفتم براتون که چقدر با هواپیمای پگاسوس که اونم حالا یه هواپیمای یه درجه کلاس پایین‌تر از ترکیش هست، چقدر با اونا اذیت شدم و به یه زوری خودم رسوندم ایران و الانم با هواپیمای ترکیش که ترکیش فکر کنم حالا خیلی ادعاها داره و خیلی از ادعاهاش هم درسته، یکی از بزرگترین شرکت‌های هواپیمایی هست، فکر کنم به بیشترین تعداد شهر تو دنیا رو سرویس میده یا حداقل کانکتینگ فلایت داره و اینا، اما واقعا اذیت شد. واقعا در حدی که من نمیدونم چشم اینجا نگاه کنم اونجا نگاه کنم،
واقعا اذیت شدم. اه چمدون منم اومد، چقدر خوش بود. پیروزی مجدد بادین پیروزی. نشونه هست میگه ترکیش نه باش مشتری بود باش. ولی واقعا اذیت شدم. انقدری که ما تجربه خوبی با قطر داشتیم، قطری هاپمای دیگه در طول کرونا با احترام بهمون برخورد کردن، کارامون رو ردیف کردن، اگر نیاز به کنسل کردن یا عوض کردن پرواز بوده کمکمون کرد. یا علی اینقدی که اونا به ما احترام گذاشتن، هیچ کدوم از این هواپیمایی‌های ترکیه احترام نذاشت، خیلی اذیتمون کردن. تو همین جریان چندین نفر مختلف حرفای متناقض می‌زدن. مثلا یکیشون میومد میگفت 24 ساعت دیگه پرواز داری، یکی دیگه میگفت مثلا 4 ساعت دیگه پرواز داری. ترتیب افرادی که میومدن میگفتن ما استندبای هستیم از اون 18 نفر لزوما ترتیب فرست کام فرست سرو نبود. یعنی که اینا چیکار میکردن؟ اینا بعضیا رو همونجوری رد میکردن میرفتن. نمیدونم شاید مثلا یه ممبرشیپ استاتوسی یه چیزی داشتن، اما در صورت برمیگردم به همون حرف اول کار، طمع یا گرید تو همه پروازا هم هست. خب حالا بعضی از مسیرها شلوغیه، یا مثلا این آدم میخوره به های سیزن یا هی این اتفاقات دوباره خودشو بیشتر نمایان میکنه، ولی خیلی خیلی تجربه بدیه. همین آقای داشت برای من میگفت آره زمان ما، میگم 75 سالشه، زمان ما اینجوری بود که ما اصلا میرفتیم پروازها رو به صورت استندبای بلیتشو میخریدیم، اینقدر که کم مثلا مسافر بودی زمان، اینا مثلا این بلیط خیلی ارزونی اصلا به شکل استندبای میفروختن. حالا فوقش این مشتری میومد که میومد، اگرم نمیومد ما مثلا این پرواز خیلی مجانی داشت، ولی الان میایم پول کاملو میدیم و بعضی هامون تبدیل به استندبای میشیم. خب این خیلی حرفه. من رسیدم لندن خسته و کوفته با کلی استرس، دلتنگی برای فاطمه که اونم الان تو پرواز هست داره میره کانادا، تا کنیدونم سالم برسه. چمدونم خدا رو شکر داشت رسید، یعنی ما اون 4 نفر از 18 نفر که استندبای بودیم آفلود نشده بودیم، خدا به خیر بگذرونه. من واقعا فکر نکنم دیگه سوار ترکیش یا پگاسوس که به هیچ وجه یا ترکیش بشم. پگاسوس بچه‌هایی که اروپا زندگی می‌کنن تو دو دسته قرار می‌گیرن، یا میگن نه خیلی خوبه اینا چون واقعا خیلی ارزونه. خب از این اتوبوسی‌ها هست که صندلیش هم دکمه نداره بره عقب، فکر کنم خیلی وضعیت افتضاح، پول مثلا آب بخوای بگیری تو پرواز ازت پول می‌گیرن. دو دسته میافتن بچه ها، یا یه دسته ای که خیلی ناراضی هن، یعنی یه اتفاقی براشون افتاده که به هیچ وجه دیگه سوار نمیشن، یا یه دسته ای که خیلی راضی هن هنوز اون اتفاقه براشون نیفتاد. خدا به خیر بگذارونه. من دیگه واقعا خستم، دارم خونه. خیلی دو سه هفته آینده شلوغی پیش رو دارم، فردا پس فردا فکرم صاحب خونه میاد که خونه رو تحویل بگیره و برم خونه ای که بچه ها زحمت اونا بدم و فاطمه هم برسه و اونم ترم شروع میشه. و خیلی خدا رو شکر سفر پر خیر برکتی بود. تمام کتاب های فاطمه فروش رفت تو همه هفته اول، 1000 تا جلد چاپ یک فروش رفت. بعدش هم رفتیم کربلا، جای همتون خالی. حال فیلم اونم حتما دیدید، براتون میذاریم، اگر نه احتمالاً لینکش این حالا بالا هست. تا فیلم بعدی خدا بزرگ بسپارمتون. خدا حافظ.